افابل، حنجره‌ای به سوی ابدیت. بر اساس کتاب پرفروش برانگیخته با ابدیت نوشته جان بیور. قسمت سوم. خب پس اون پنج نفر رو آوردن اینجا به افابل. پیتر، تو داری داستانمو پیش میبری. اوه ببخشید، من یه گزارشگرم، قبول. من از خودم میپرسم، سوال میکنم، کند و کاو میکنم. میفهمم. اوه خواهش میکنم، ادامه بده. پس میخوای بدونی چه اتفاقی افتاد؟ بله خب حتما میخوام بدونم. باشه باشه، متوجه منظورت شدم. 2000 اسب در طول شب 4 نعل میتاختن و سوار هر کدومشون یه سرباز گارد سلطنتی بود که دهنه رو گرفته بودن و پشتشونم یه اندلیتی جوان نشسته بود. در ساعات کوتاه صبح اونا به رودخونه آدونگا برخوردن، بدون هیچ توقفی 4 نعل میتاختن و میتاختن. ما رو کجا میبری؟ داریم میریم بمیریم، قراره بمیریم. آروم باش خودخواه، چیزی نیست. اما همونطور که نزدیک میشدن تونستن تونلی رو ببینن، یه راه مخفی که به زیر رودخونه میرفت. خب غافلگیر شدیم، من نمیدونستم این تونل اینجا وجود داره. خودخواه تو خوبی؟ من از این بهتر نمیتونستم باشم. میخوام با ما چیکار کنم؟ مشکلی نیست مستقل، تحمل کن. همین که از تونل در اومدن، پرتوهای نارنجی رنگ آفتاب سفید دم دشت ها رو به دو نیم کرد و درختان و بوته‌زار وحشی اطرافشون رو روشن کرد. گهگاه سربازان گارد سلطنتی در طی راه می ایستادن و خوراکی و نوشیدنی تهیه می کردن. خیلی عالیه، من یکی دیگه از اونا می خوام، ممنونم. سربازان گارد سلطنتی مهربان بودن اما ساکت. هر بار که یک اندلیتی سؤالی می پرسید تنها یک پاسخ می دادن. همه چیز در زمان مقرر مشخص خواهد شد. بعد دوباره به سفر ادامه می دادن. روز سوم به سوی بالای یه تپه شیبدار تاختن. به نظر می اومد که 4 نعل به سمت آسمون می رن، اما وقتی به قله رسیدن اینهاش فریب خورده. نگاه کن افابل. دره ای پایین آنها بود. آن شهر باشکوه زیر نور خورشید صبحگاهی سرخ فام بود، مثل یک جواهر چند وجهی می درخشید. وقتی از دروازه های شهر گذشتند، سربازان گارد سلطنتی همه اهالی اندلیت را پیاده کردند و سپس در حالی که توسط سربازان گارد سلطنتی اسکورت می شدند با پای پیاده به راه افتادند. شفقت، درباره این چیزا چی فکر می کنی؟ با شکوه، از اون چیزی که تصور می کردم فوق‌العاده تره. بعد از همه این چیزا افابل دیگه اسطوره نیست، واقعیه. نمیگم ما اینو بهت گفتیم مستقل. آه اینو بهت گفتیم؟ عذر میخوام، نتونستم جلوی خودم رو بگیرم. سخت میشه ابعاد این قصر رو فهمید. بوستل بیا اینجا، به گلا نگاه کن. شگفت انگیز نیست؟ هرگز چنین رنگ و بو شکلی ندیده بودم. اینجا همه چیز خیلی زنده و تازه است. گوش کنید، موسیقیه. زیباست. وای به این آبشارا نگاه کنید و رودخونه ها، اینقدر شفافه که برق میزنه. خب مستقل، من نمیدونم چی بگم. تمام اهالی اندلیت تا یک تالار اجتماعات عظیم مرمری اسکورت شدند. مردها و زنها جدا از هم بودند. هر کدام از اندلیتی ها به یک اتاق خصوصی برده شدند، جایی که لباس های گرد و خاکی اندل را درآوردند و در آب گرم و خوشبوی آبشارهای افابل حمام کردند. بعد به هر کدام از اندلیتی ها لباس های تازه با رنگ های درخشان داده شد. آنها دوباره در یک محوطه باشکوه گرد آمدند، جایی که از آنها با یک بوفه صبحانه بسیار بزرگ پر از هر نوع خوردنی های خوشمزه و نوشیدنی های باور نکردنی و چیزی فراتر از تصورشان پذیرایی کردند. من عاشق اینجا. همه شما حستون مثل منه؟ انگار قبلا اینجا بودیم. بله منم همینطور احساس میکنم. مثل اینکه به خونه برگشته باشی. فکر کنم حالا میخواید به من بگید که یه پادشاه جایلین واقعی اینجاست، درسته؟ مستقل داری زودیت میگیری. اون پادشاه خوبیه، به طرز شگفت‌آوری خوبه. حالا میتونم این رو بفهمم و خیلی سخته باور کنم که الان اینجا. خوبه که تو هم اینجا با ما هستی. ما هیچ وقت قرارمونو پای اون درخت انجام ندادیم، یادتون میاد؟ فهم خشب. فکر کنم همه گرفتار کارمون در اندل شده بودیم، زمان از دستمون در رفت. اما دیگه مهم نیست،
ما دوباره داره هم جمع شدیم. حالا اندلیتی ها به یک دالان بسیار بزرگ راهنمایی شدند که با ستون های سر به فلک کشیده تزیین شده با طلای خالص و جواهرات ارزشمند آراسته شده بود. در برابر اهالی اندلیت دو در بسیار بزرگ واقع شده بود که حدوداً 110 پا بلندیش بود که به تالار عظیمی منتهی می شد. تالار داوری. حالا دارم ما رو کجا می برن؟ دوستام کجا هستن؟ ببخشید می دونید ما رو کجا می برن؟ نه، لطفاً دستات رو از رو من بردار. جایلی، پادشاه جایلی، بیاید ببینید. با محبت، بخشنده، مهربان، بله مهربان، این فریب خورده است، فریب خورده. مستقل، رنگت پریده، ما در افابل هستیم، دوست من، به خودت مسلط باش. بله، بله همینطوره، بقیه رو دیدی؟ نه، اما اوه، بزدل، حالا میدونم که جای درست هستم. مستقل، موضوع چیه؟ برای این پسر روز خیلی بزرگیه. خب، احساس بهتری پیدا میکنید اگه بهتون بگم سایجس اینجاست؟ سایجس؟ سلام به همگی. از دیدنتون خوشحالم آقا، اما چرا اینجایی؟ من اجازه خواستم تا دانش آموزان پیشینم رو تا تخت پادشاه اسکورت کنم. خیلی محبت کردین. مستقل، از روز فارغ التحصیلیت دیگه ندیدمت. بله، متاسفم و برای همه ی چیزای بیهودهی که قبلا توی اندل گفتم پشیمونم. الان حقیقت روشنه، من نادون بودم. کاش تونسته بودم بیشتر بهت کمک کنم. سایجس، لطفاً به یاد داشته باش که من توی شهر اندل شهروند خوبی بودم. من خودم رو به بهترین وجه عرضه کردم. وقتشه. نمیفهمم، وقت چی؟ گوش فرا دارید، گوش فرا دارید، بدین وسیله فرا خوانده شده اید تا در برابر پادشاه جایلین بزرگ در تالار داوری حاضر شوید و نفر اول مستقل می باشد. من باهات میام. ممنونم، ممنونم سایجس. چیزی نیست دوست من، هم بهترین آرزوها رو برات دارم. ازت ممنونم. در تمام زندگیم هرگز درهایی به این اندازه ندیده بودم. این تالار خیلی خیلی عظیمه. اون دور، اون دور دور، اون تخت پادشاهیه؟ بله همینطوره. جالی؟ بیا جلو، بیا جلو، بیا مستقل. سخت میشه راه رفت. خیلی خوشحالم که با من هستی سایجس. اون پادشاه بخشنده و با محبتیه، نه؟ بخشنده و با با محبت و بخشنده با فریب خورده. نگاه کن، شفقت و خودخواهن. بزدل، فریب خورده. ما هم دنبال شما میگشتیم. مستقل همین حالا رفت به تالار داوری. شنیدیم. بالاخره قراره بریم جایلین رو ببینیم. شفقت، اون روی داور جایلین هم هست. دارم از خودم میپرسم وضعیت ما در حضور تخت پادشاهی چطوریه. بله، به فکر مستقلم هستم. با محبت و بخشنده، با محبت و بخشنده. مستقل، جلوتر نمیام. حالا دیگه همه چیز بین تو و جایلینه. به اون نگاه کن و پیشنهاد میکنم که زانو بزنی. بله، البته. همه خواهند دانست و متوجه خواهند شد که من آن هستم که نهانی ترین ها را در ذهن ها و قلب ها می جوگم و به هر کدام از شما بر حسب کارها و لیاقت شما خواهم بخشید. مستقل، زمان آن رسیده که حساب دوره پیشکاریت را ارائه بدهی. از بالای درهای عظیم پرتوی خالص سپید آتشین نور به درون تالار بزرگ زبانه می کشید. این پرتو به منشور کریستال بالای تخت پادشاهی برخورد می کرد و در ورودی تالار به هزاران رنگ تقسیم می شد. این رنگ ها به تصاویر تبدیل می شدند، تصاویری از مستقل و زندگی او. هیچ آفریده‌ای نیست که از دید او پنهان بماند.
بلکه همه چیز در برابر چشمان او که سر و کار من با وی است باز و آشکار و برهنه و بی‌دفاع است. هیچ چیزی پوشیده نیست. من به جایلین اعتقاد ندارم. چی؟ و باور دارم که تمام این داستان ها بخشی از یه افسانه است. نه، شما باید از این کوته اندیشی آزاد بشید. با همه تون هستم. حقیقت خودتون رو پیدا کنید. احمق نباش. شما ها احمقید و سایجس معلم برجسته احمق هاست. حتی اگه جایلینی هم وجود داشته باشه، چنین پادشاهی نمیتونه انقدر سختگیر باشه با اون همه قوانین. اینا همش بخشی از سیستمه. میشه بس کنی؟ مثل دیوونه ها صحبت میکنی. دیگه کافیه. متشکرم ازت. من سرمایه گذاری خوبی کردم. خرید و فروش طلا، خرید و فروش میکنم. کار کاسبیم خوبه، زندگیم هم خوبه. پادشاه جایلینم بهم افتخار میکنه. اوه پادشاه من، حداقل کردارهای خوب من اعتبار بیشتری از کردارهای بدم دارن. من حالا آمادم تا تأدیب شما رو بشنوم. کاتب، آیا نام مستقل در کتاب حیات یافت می شود؟ نه سرورم. این معنیش یعنی چی؟ مستقل، تو به خاطر اینکه طبیعت شیطان را انتخاب کردی چی؟ گناهکاری و به سرزمین رها شده تنهایی برده خواهی شد و باقی عمرت را در رنج، تاریکی و ناامیدی و تنهایی محض خواهی گذراند. خداوند، چرا؟ تو به من ایمان نداشتی. آموزگارانت به تو آموخته بودند که اگر ایمان نیاورید که من هستم، در گناهانتان خواهید مرد. اما خداوند، در هیچ کس جز او نجات نیست، زیرا زیر آسمان نامی دیگر به آدمیان داده نشده تا بدان نجات بیابیم. اما خداوند جلیل، کارهای خوبم چی میشه؟ اعتبار اون کارام از کارهای بدم بیشتر نیست؟ مسئله این نیست که کارهای بد تو چقدر کم یا زیاد باشند. کسی که همه قوانین جایلین را نگه می‌دارد اما در یکی از قوانین کوچک بلغزد، همان قدر گناهکار شناخته می‌شود که یک قانون را بشکند. آخه اینطوری چه کسی می‌تونه نجات پیدا کنه؟ صبور، میشه برای مستقل توضیح بدی؟ مستقل، معلمات بهت نگفتن؟ جایلین با لطف ویژه خودش تو رو بخشید وقتی ایمان آوردی. بابت این نمیتونی اعتباری به دست بیاری. این یه هدیه است از طرف جایلین. رستگاری پاداش کارهای خوبی که ما انجام دادیم نیست. بنابراین هیچ کدوم از ما نمیتونیم در این باره فخر بفروشیم. مدت ها پیش بهای قوانینی را که شکسته شده بودند و قرار بود توسط شهروندان اندل شکسته بشوند پرداختم. برای هیچ کس امکان پذیر نبود که بر ضد من گناه نکند یا اینکه بهای رهایی خود را از خیانتهایی که مرتکب شده است بپردازد. اما از آنجایی که همه را دوست داشتم، خود بها را پرداخت کردم. بنابراین نجات من یک هدیه است که میتوان به دستش آورد. غیر ممکن بود بتوان آنقدر کار خوب انجام داد تا لیاقت شهروندی افابل را به دست آورد. با باور به من میتوان شهروند افابل شد. با وجود این، تو کاری را که برای نجات زندگیت کردم رد کردی. پس تمام کارهایی که کردم به هیچ دردی نمیخوره؟ مکتوب است. مرده هیچ چیز نمیداند. مردگان نه پاداشی خواهند داشت و نه به یاد آورده خواهند شد. هرچه در طول زندگیشان کردند، مهربانی، تنفر، حسادت، همه آنها مدتها پیش از بین رفتند. دیگر در هیچ چیزی سهمی ندارند، زیرا که شرارت آینده ای ندارد. نورشان خاموش خواهد شد. کاش گوش داده بودم. اما پادشاه جایلین، شما پادشاه بخشنده ای هستید. وقتی در مدرسه اندل بودم به من اینطوری یاد داده بودن. آره، شما سرشار از بخششید. من پادشاه بخشنده ای هستم و دقیقاً به خاطر همین اینک تو را دور می‌سازم. با گزینش نحوه زندگیت در اندل، خودت همبار ذات دایگون ارباب تاریکی را برگزیدی. چگونه می‌توانم بخشنده، راستین و با محبت باشم و بگذارم منش آری از اخلاق تو پاکی این شهر عظیم را آلوده کند؟ در آن صورت افراد بیگناهی را که در افابل هستند در معرض آسیب قرار دادم. ذاتی که برگزیدی به زودی بروز پیدا کرده و حیات پاک هزاران نفر را فاسد می کند. تو راه خود را برگزیده ای و دقیقا مانند دایگان، کسی که پیرویش کرده ای، تاوان خواهی پرداخت.
اگر تاوان کمتری از آنچه بر او تعیین کردم برای تو در نظر بگیرم، آن وقت رهبر بی انصافی خواهم بود و من بی انصاف نیستم. اما خداوند، آنکه کرام را خار شمارد زیان خواهد دید، اما آنکه حکم را حرمت نهد پاداش خواهد یافت. سربازان، دست و پای او را ببندید و او را ببرید و در تاریکی مطلق رهایش کنید. نه، جایی که فشار دندان و گریه است، زیرا دعوت شدگان بیشمارند اما نجات یافتگان اندک. بله خداوند. نه، نمیتونید با من این کارو بکنید. وایستا، چی کار میکنید؟ مستقل من کجا میبرید؟ نه، نه اونجا نه، 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 نه. آخ بسرم. از خودم میپرسم مستقل چطور میشه؟ منم همینطور. مطمئنم که حالش خوبه. من خیلی مطمئن نیستم. اون بیشتر عمرش جایلینو انکار کرده. بیایید از زندگی پنهانی بپرسیم. نه، از زندگی پنهانی نپرسیم. چرا؟ داستان چیه؟ بگوش باشید، بگوش باشید. به زودی پادشاه خود را رو در رو خواهید دید. او دل شما را آزموده و میوه‌اش را تشخیص داده است. او قلب‌ها، نیت‌ها، افکار و احساسات شما را نیز مثل کارهای شما می‌شناسد. بدانید که داوری او عادلانه است. حال خودخواه، جلو بیا، نوبت توست. الان اسم منو صدا کرد؟ بله، فکر کنم صدا کرد. شاید من زودتر احضار شدم چون شهردار اندل بودم. قرعه به نام من افتاده. نوشته های قدیم از مقاماتی که در افابل فرمان روایی میکنن صحبت میکنه. وای، احتمال زیادی داره که موقعش خود خواه. این خارق العاده. خودخواه سایجس، خوشحالم که شما اینجا هستین. من هم خوشحالم که میتونم تو رو ببینم. یه چیزی بهم بگو، اونایی که اطراف تخت عظیم پادشاهی میبینم کرسیای فرمان روایی هستن؟ بله. به نظر میاد که هنوز تعدادی از اونا کمی خالی هن. اونها کرسیهای تحت فرمان فرمان رواها هستن. به گوش خوشایند به نظر میرسی. بیا اون درا. سایجس، یکی از دوستای قدیمی مو دیدم، میتونم؟ بله میتونی. خوشمشرب، تو هستی؟ آها، اما اسم من دیگه خوشمشرب نیست، حالا اسمم خورسنده. به نظر قشنگ میاد، اما تو چرا عقب تالار وایسادی؟ افتخار عظیمیه که هر جایی از قصر پادشاهی جایلین باشی. با وجود این، اگه چیزی رو که الان میدونم در اندل میدونستم، جور دیگه ای زندگی میکردم و امروز به اون نزدیکتر می شدم. نمی فهمم. تو شهروند بی نظیری در اندل بودی، یکی از مردمی ترین رستورانا رو اداره می کردی، برای آرمانهای زیادی اعانه دادی، بیشتر از اون که بتونم بشمرم، و اون شبایی که به نیازمندا غذای رایگان می دادی چطور؟ خب من اون کارا رو برای تشخص و پذیرش می کردم. به علاوه می دونستم که این کارا برای مشتری بیشتری میارن. اما باید به کلام جایلین گوش می دادم که به ما می گفت چون مهمانی میدهی فقیران و معلولان و لنگان و کوران را دعوت کن که مبارک خواهی بود، زیرا آنان را چیزی نیست که در عوض به تو بدهند و پاداش خود را در قیامت پارسایان خواهی یافت. من اون شما را برای منفعت خودم اعانه میدادم، نه برای نفع جامعه. پس همه اون اعانه هایی که به مدرسه اندل بخشیدی چی میشن؟ در واقع یه درصد کوچکی دادم. بیشتر سود حاصل از درآمد رستوران رو پس انداز میکردم چون از ورشکست شدن میترسیدم. اون مقدار کمی هم که دادم برای این بود که وجدانم راحت بشه. منم به همین انگیزه به مدرسه اندل اعانه میدادم. میدونم. حالا از خودم میپرسم، وقتی زندگی من مرور شد، برای همه روشن بود که برای راحتی خودم زندگی کردم. برای راحتی، امنیت و شهرت خودم تا برای جلال او. الان یکی از سطح پایین ترین شهروندان این شهرم و با این وجود
همچنان با نیکویی غرق در نیکویی او هستم و اینکه چقدر منو دوست داره. سب کن، گفتی سطح پایین ترین شهروند؟ میخوایی به من بگی که همون سیستم کلاس اینجا هم هست؟ بله، به نوعی. در اندل اینو به ما آموزش داده بودن، گرچه خیلی از ما اینو جدی نگرفته بودیم، اما در عمق وجودم اینو میدونستم. در واقع وقتی تو وارد این تالار شدی، صدای افکارتو شنیدم. شنیدی؟ تو میخوای که یکی از این کرسی ها بهت واگذار بشه، درسته؟ خب فکر کنم، شاید. من گفتی همه افکارمو شنیدی؟ بله، همه ما شنیدیم. وای. اونایی از ما که برای خودمون زندگی کردیم و بیشتر به فکر اهداف خودمون بودیم تا پادشاه، در پادشاهی او کوچکترین هستیم و در این تالار ردیف‌های پشتی رو پر کردیم. به علاوه در زمین‌های هموار زندگی می‌کنیم، جایی که باید با زحمت کار کنیم. اونایی که در اندل بیشتر وفادار بودن در فضای میانی این تالار هستن و بالای اون متعلق به کسانیه که وقتی در اندل بودند وفادارانه اطاعت کردند و مشتاقانه برای پادشاه زندگی کردند. اونا برکت یافته ترین ها هستن. بنابراین در مرکز شاهانه زیبا در صخره های شرقی زندگی میکنن. این همون جاییه که پادشاه زندگی میکنه و این افراد مفتخرن که در کنار او زندگی و کار کنن. اینا بزرگترین افراد در این پادشاهی هستن. متوجه. خودخواه. اینو بدون که جایلین رهبر با محبت و عادلیه. اگر به خاطر او نبود، هیچ چیز این زندگی امکان پذیر نمی شد. داشتن کمترین سهمم از این شهر افتخار بزرگیه. بیا خودخواه. حرفای قابل تأمل زیادی شنیدم. صبر کنین، این محرکه؟ آموزگار مدرسه؟ خودشه. میتونم باشون صحبت کنم؟ میتونی. آقای محرک. سلام خودخواه. من کمی گیج شدم. شما یکی از آموزگاران عالی جایلین بودین و کلاساتون از محبوب ترین کلاسای مدرسه بود. پس چرا در این ردیفای پشتی هستین ها؟ جای من اینجاست. من یکی از کوچکترین شهروندان افابل هستم. در سرزمین‌های پست زندگی می‌کنم و کارم لوله‌کشیه. چی؟ یکی از کوچکترین هستین؟ شما باید بر روی یکی از کرسی‌های اون بالا بشینی. افتخار و مسئولیت بزرگی بود که مربی راه و روش جایلین باشم. با وجود این در بسیاری جاها لغزیدم. نه، من نمیفهمم. درس‌های من نامتعادل بودن. فقط روی جنبه‌های مثبت خدمت جایلین تاکید کردم. من بسیاری از دانش آموزانم و برانگیختم تا با بکار بردن راه‌های او در پی موفقیت باشن. بیان که درباره دشواری‌ها و تله‌های زندگی بهشون هشدار بدم. من بهشون یاد ندادم که حقیقی ترین هدف زندگی خوشنود کردن جایلینه. نوشته‌های قدیمی به روشنی بیان کرده که من میبایست همه ی اندرزای جایلینو موعظه میکردم. اما من هشدار رو نادیده گرفتم و زندگی بسیاری رو طوری بنا کردم که جلال کمی به جایلین دادن و تعداد قابل ملاحظه ای از دانش آموزانم حالا در سرزمین‌های تنهایی که به حال خود رها شده زندگی میکنن. من چیزی رو که دانش آموزانم نیاز داشتن بهشون ندادم، بلکه اون چیزی رو که میخواستن بهشون دادم. گفتن این که همه چیز خوبه منو محبوبتر میکرد، اما همه چیز خوب نبود. من روش اونا رو تأیید کردم و فریبکاری‌هاشون رو دامن زدم، ولی بعضی‌هاشون به افابل راه پیدا کردن. خیلی از اونا اینجا در ردیف‌های پشتی هستن. زندگیشون به بتالت گذشت و در برابر تخت پادشاه تلاش‌های اونا با آتش سوزانده شد. با وجود این برای اونا قصه دارم. گفتین آتش؟ بله. نوشته‌های قدیمو به یاد نداری که میگفت کار هر کس در آتش گذارده خواهد شد تا ببینند ارزش آن حفظ خواهد شد یا نه. اگر آن کار از آتش سالم بیرون بیاید، بانی آن پاداش دریافت خواهد کرد. اما اگر آن کار بسوزد، بانی آن رنج عظیمی خواهد برد. شالوده اصلی خداوندی جایلینه که هر دوی ما میدونیم تنها راهیه که شخص میتونه وارد این پادشاهی بشه. اگرچه وقتی حقیقتاً به او تعلق داریم باید این پی رو بنا کنیم. زندگی مطابق با استانداردهای نوشته‌های قدیم نبود. من در بکارگیری اقتدارم برای تاثیرگذاری بر دانش آموزانم در افابل کوتاهی کردم و ناگزیر پاداشم از دست دادم. آقای محرک، من عمیقاً متاسفم. اسم من دیگه محرک نیست. جایلین نام تازه‌ای به شما بخشیده؟ بله، فروتن شده. آه، فروتن شده. بیا خودخواه. سایجس،
من دیگه به فکر فرو رفتم. فکر میکنی من حقیقتاً دیگران رو بنا کردم یا اینکه صرفاً از اونا استفاده کردم تا خودم پیشرفت کنم؟ و وقتی شهردار بودم برای جلال جایلین حکمرانی کردم یا خودم؟ من معلم تو بودم. جایلین داور توست. اما همه چیز به موقع آشکار خواهد شد. من الان متوجه چیز غیر معمولی شدم. هر چقدر جلوتر میریم نگاه این افراد با شکوه تر میشه و کسایی که در این ردیفا هستن همگی تاج دارن و عصاهای سلطنت تو دستشونه. الان در میان فرمان روایان تحت فرمان جایلین هستیم. چیزی که برام شگفت انگیزه اینه که با وجود همه شکویی که دارن این محبت در چشماشون هست. وقتی شهردار بودم تلاش کردم منم مهربون باشم. شاید اینجا جای من باشه. در حقیقت صبر کنین. چیزی شده؟ اونی که داره میاد سمت ما، من فکر کنم اون، نه امکان نداره، اون یه فرمان رواست؟ سایجس، اون منشی یکی از اعضای شورای شهر ما بود. چرا یه کرسی داره؟ چه چیزی از اون به یاد داری؟ خب چیز زیادی به یاد ندارم. شخص برجسته‌ای نبود، قطعا آدم بی سر و صدایی بود. ببینین گارد سلطنتی به اون تعظیم میکنن. خودخواه. سلام. به افابل خوش اومدی. جایلین ازم خواست پیش از این که بری پیشش باهات صحبت کنم. حالا به نام بردبار منو میشناسن. یکی از فرمان روایان جایلین در افابل هستم. اما چطور ممکنه اینجا باشی؟ ببخشید منظورم دقیقا این نبود. شرمنده نباش. در این تالار یا این شهر عظیم فریبکاری نمیتونه پنهان بمونه. فقط میتونی رو راست رفتار کنی. در این دل نگران تصویر و شهرتت بودی. این به خیلی ها یاد میده که با فریبکاری صحبت کنن. کلمات خیلی مهم هستند اما نیات ارزش بیشتری دارن، چون در اینجا همیشه هویدا هستن. از اونجایی که به زودی برای هر کلمه‌ای که در اندل گفتی داوری میشی، به زودی اینو یاد خواهی گرفت. برای هر کلمه؟ منظورت اینه که برای هر کلمه در هر گفتگویی؟ برای دونه دونه کلمات. هشدار خداوند جایلین رو به یاد بیار. اما به شما میگویم که مردم برای هر سخن پوچ که بر زبان برانند در روز داوری حساب خواهند داد، زیرا با سخنان خود تبرئه خواهید شد و با سخنان خود محکوم خواهید گردید. سخنان پوچ بیهوده به درد نخور یا نسنجیده هستند که تمامشون بر ضد طبیعت جایلینه. همیشه میدونستم که به خاطر دروغای بزرگ یا حقایق عظیم حساب پس میدیم، اما برای هر کلمه؟ بردبار ببین، من قراره امروز چه بلایی سرم بیاد، ها؟ میشه بهم بگی؟ نوشته های قدیم روشن هستند. پاداش شما به آنچه میگویید و آنچه میکنید بستگی دارد. نه تنها سخنان و کارهای شما سنجیده میشوند، بلکه انگیزه های پشت آنها هم سنجیده میشوند. همچنین برای همه افکار خود داوری خواهید شد و فراموش نکن که داوری جایلین عدالته، آزمودن فکر و دل. برای همینه که تو انقدر از دیدن من روی کرسی غافلگیر شدی. تو منو بر اساس اون مهارت‌هایی که از من در زیر نور اندل مشخص بودن داوری کردی. داوری جایلین در نور دیگری صورت میگیره، زیر نوری که تو الان شروع کردی به دیدن و نوری که به زودی به وضوح خواهی دید. پادشاه چشم به راه توست. ازت ممنونم. خودخواه، الان موقعشه که به تنهایی در برابر تخت حاضر بشی. من اینجا منتظر خواهم بود. جایلین، پادشاه من. تو در اندل بر مردم فرمان میراندی. الان لیاقت داری که بر یکی از کرسی‌های افابل تکیه بزنی؟ من؟ در واقع من کاتب خودخواه بر زندگی چند نفر از شهروندان برای پادشاهی تأثیر گذاشت؟ 17 نفر. 17؟ تعداد افرادی که صبور برای پادشاهی من بر آنها تأثیر گذاشت چقدر بود؟ بیش از 5000 نفر خداوندان. چطور چنین چیزی امکان داره؟ اون یه منشی بود، من شهردار بودم. من نگفتم چند نفر تأثیر پذیرفتند، گفتم چند نفر برای پادشاهی من تأثیر پذیرفتند. آموزگار پیشین تو، محرک که اکنون فروتن شده نام دارد، حتی بیشتر از خود تو بر زندگی مردم تأثیر گذارد. به هر طریق میزان بسیار کمی از تأثیرگذاری او تا این قلم رو ادامه یافت. به همین خاطر است که او در این شهر فرمان روا نیست. تأثیری که تا تخت داوری ادامه بیابد در هماهنگی با راه‌های من و پادشاهی من است. بردبار با اشتیاق به مدرسه کمک کرد، هم از لحاظ مالی و هم خدمت رسانی. بنابراین همه کسانی که از خدمت مدرسه بهره بردند
به او امتیاز دادم. ولی منم به مدرسه کمک مالی کردم. بخشش های تو از روی ناچاری بودند، به این دلیل که به شهرت خود اهمیت میدادی. به این دلیل تمام پاداش خود را در اندل دریافت کردی. از طرف دیگر بردبار با اشتیاق به خاطر پادشاهی و عشق به مردم کمک کرد. او مردی به نام ددمنش را هدایت کرد تا به خدمت من در بیاید که در نتیجه این فرد شخصا بر زندگی بیش از 1000 نفر تأثیر گذاشت تا برای پادشاهی زندگی کند. من نام او را به مبشر تغییر دادم. تمام زندگی هایی که او بنا کرد به حساب بردبار هم گذارده شد، چون او مبشر را دعوت کرد به خدمت من در بیاید و او مدرسه ای را حمایت کرد که مبشر را آموزش داد. ددمنش رو به یاد میارم، اما هیچ وقت نمیدونستم که بردبار برای پادشاهی به روش های بسیار بیشتری بر زندگی اندلیتی ها تاثیر گذاشت. چیزهای کوچک بسیاری به هم اضافه شدند تا میزان زیادی به شما رایند. او با قلبی پاک با همه با محبت رفتار کرد، با کسانی که نیاز داشتند با سخاوت رفتار کرد و در طرز فکر راسخش نسبت به حقیقت سرسخت بود. اکنون خودخواه، زمان آن است که به حساب مباشرت تو رسیدگی کنم. درسته، اون به خاطر این بود که من شخصیتم شکل گرفته و از هر نوع خودخواهی عبور کردم. من دلرحم هستم. برای همین اون برنامه تهیه لباس نیازمندان رو ترتیب دادی؟ دقیقا. درست پیش از انتخابات کلاس؟ دقیقا. سب کن، وای نه، مطمئن نیستم، اما همیشه از آشپزی خوشم می اومده. با حکمت جایلین یه رستوران باز کن، کارت میگیره. همینجا نگه داریم، این حرف خوبی بود زدم، حداقل اون یه بار رو درست گفتم. مستر از اونه که بتونه حرکت کنه. آها، یه کار خوبم اینجا کردم. باید تا پایین کوه ببریمش. اگه به کسی برخوردیم لطفاً بهشون نگین که من همراه کسایی بودم که آلیا نوشیدن. خواهش میکنم. این بخشو فراموش کردم. ضمناً به نفع شورا و شهروندان اندل، رأی خود را به کمپانی تهیه الوار تپه‌های جنگلی میدهم. خودخواه، کارهای نیکی که در نام من کرده ای می توانم ببینم، اما حال به پایان می رسیم بسرم و می بینم که تا چه اندازه نیروی محرکت در زندگی، حفاظت و شهرت و انگیزه های خودت بوده است. و حال داوری من این است. خداوند جایلی، من بسیار متاسفم. لیاقتم اینه که تا پایان عمرم مجازات بشم. من لایق تنهاییم. استعداد و مسئولیتایی رو که به من بخشیدی بسیار هدر دادم و در عوض چیز بسیار کمی عرضه کردم. جایلین، درخواست بخشش دارم ازتون. اما میدونم که لایق هیچ چیز نیستم. میدونم. آیا نام خودخواه در دفتر حیات یافت می شود؟ بله خداوندم. خودخواه، تو خدمتگزار من هستی. تو به من ایمان داشتی و اگرچه چیزهای بسیاری هدر دادی، اما تسلیم حکمرانی من بودی. دوستت دارم خداوند. و به پادشاهی من خوش آمدی تا آخر عمر خود. چی؟ پادشاه جایلی، از شما به خاطر بخشندگیتون سپاسگزارم. چه محبت شگفت انگیزی در حق من. خودخواه، نام تو دیگر نام پیشینت نخواهد بود. بنگر، به تو نام تازه‌ای میبخشم. در پادشاهی من به نام بی ادعا شناخته خواهی شد. برایت در سرزمین های پست اقامتگاهی آماده کردم و پیشت محبت سازی خواهد بود. اگرچه در این شهر فرمان روا نخواهی بود، اما در قلمروهای خارجی در فرمان روایی به من کمک خواهی کرد. با شما فرمان روایی میکنم؟ تو در خود شهر افابل رهبر نخواهی بود، اگرچه مانند شهروندان بسیار دیگری در این شهر در اداره امور فرمان روایی جهانی من همکارم خواهی بود. مأموریت ویژه تو این است که از راه خدمت کردن و تعلیم دادن تمام محبت سازی های 20 شهر قاره بنگیلا را رهبری کنی. ازتون ممنونم خداوند. حال با من بیا. این بخشی از یکی از میوه های درخت حیات است. بگیر و بخور. خوشمزه ترین
غذایی که تا حالا خوردم تقریبا مثل اینه که ذهنم و قلبم رو داره روشن و پاک میکنه. این همون درخت حیاته که در نوشته های قدیم از اون صحبت شده. بیادا برگرد و روبروی خانوادت بیست. بله بیادا، حال میتوانی افکار مرا نسبت به خودت درک کنی، افکاری مثل پذیرش و خوشی من در تو. خیلی کارها با هم دیگر خواهیم کرد. سپاسگزارم پادشاه جایلی، ممنونم. آه برخیز بیادا، خوش آمدی پسرم. بگوش باشید، نفر بعدی که به حضور پادشاه جایلین در تالار داوری فراخوانده می شود فریب خورده است. منو صدا زد، نوبت منه. مشکلی پیش نمیاد؟ درست میگی، البته مشکلی ندارم. ممنونم بزدل، به امید دیدار شفقت. سایجس، شمایید؟ معلم قدیمی من، خوش آمدید آقا. سلام، فریب خورده. خیلی خوب، پس راه بیفتیم بریم. چی؟ داره دیر میشه. نه، صبر کن، قرار نیست که همینجا داستان نیمه کاره بذاری. زود باش بگو چی به سر فریب خورده و بزدل اومد. شفقت چطور؟ نه، قرار نیست که منو همینطور بلا تکلیف بذاری. سایجس؟ آو پیتر، شاید شنیدن آخرین بخش داستان کمی برای تو سخت باشه. مطمئنی که آماده ای؟ من گزارشگر جنگم، روم حساب کن. بسیار خوب، پس روی تو حساب میکنم. تالار داوری جایی برای ژرف‌ترین پیروزی و همچنین جایی برای تاریک‌ترین تراژدیه. مکان ورودی افابل و همچنین جایی که راه خروج به سرزمین تنهاییه. از اون 5 نفر حالا 3 نفر باقی موندن تا در برابر جایلین بیستند. حال آنچه در انتظار فریب خورده، بزدل و شفقت اینه که اونا رو در عمق جونشون شوکه میکنه و در زندگی ابدی هر کدوم از اونا بازتاب خواهد داشت، هر کدوم به شکلی کاملا متفاوت.